سلام، من نرگس هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام در مورد سبک بوهو با شما صحبت کنم. اگه شما هم جز اون افرادی هستین که دوست دارین خونتون سرشار از روح زندگی و فرهنگ کشورهای مختلف و وسایل دکوری جالب باشه، سبک بوهو مناسب شما هست. این سبک معمولا از قاعده و قانون خاصی پیروی نمیکنه، به همین دلیل طرفدارای زیادی داره. حالا درسته که قاعده و قانون نداره، اما کاربرد رنگهای خاکی گرم، متالیک و رنگ سنگای قیمتی توی این سبک متداوله. رنگهای قهوه‌ای، تیره، سبز، خاکستری از مهمترین رنگهای پایه توی این سبک هستن. توی این سبک بهتره چون رنگ زیاد استفاده میشه، برای درخشش بهتره که رنگ دیوارها سفید باشه. سبک بوهو یک طراحی روشن رنگیه و مخلوطی از طرح‌های مختلفه. این سبک چیزی که اول به وجود اومده بوده این بوده که همین رنگ‌هایی که گفتم توش زیاد بوده، بافتای زیادی بوده، کلن فضای شلوغی بوده و یه فضای کاملا مخالف فضای مدرن که هرچی ساده تر بهتر. توی این سبک میگه هرچی بیشتر بهتر و کلن کار شلوغ تر هستش. ولی چیزی که الان ما از سبک بوهو معمولا میبینیم و این عکسایی که الان دارین شما میبینین ترکیب شده با دکوراسیون مدرن، یعنی یک مقداری اون سادگی مدرن رو داره. حالا رنگ ها و بافت ها و این عناصری که داره استفاده میشه داخلش به بوهو اشاره داره. خب ما توی کلن پایه و اساس کار سبک بوهو بر سادگی هستش و سعی میکنیم که از یه رنگ ثابت برای دیوار استفاده کنیم، حالا یا رنگ گرم و زمینی یا رنگ خونسا. و پالت رنگی خونسا معمولا ماندگاری بیشتری داره و به مرور باعث دلزدگی نمیشه. مسئله مهم بعدی در این سبک استفاده از گیاهان هست توی دکوراسیون بوهو که باعث اضافه شدن بعد جدیدی به فضا میشه و برای ایجاد فضای آرامبخش مناسبه و این گیاهان میتونن به راحتی با دکوراسیون هماهنگ بشن و رنگ جدیدی به اون ببخشن. که خب گیاهان اگه آویز بشن یا در گلدانهای حصیری قرار بگیرن، به هر شکلی که ما در فضا استفاده کنیم باعث میشه که یک بعد به فضای ما بده و باعث زیباتر شدن فضا بشه. نکته بعدی اینه که باید یه طیف رنگی در دکوراسیون ما داشته باشیم. اگه یه طیف رنگی انتخاب کنیم تا بتونیم به راحتی وسایل مورد علاقه خودمون رو توش پیدا کنیم، کارمون راحت‌تر و زیباتر خواهد بود. نکته مهم بعدی مبلمان کوتاه و کم ارتفاع است. هرچه توی این سبک به زمین نزدیکتر بشیم انگار اون اصالت بوهو بیشتر حفظ شده. مبل ها با پشتی های کوتاه، کوسن های زیاد روی اون و همطور پاف های بزرگ حالا برای نشستن. و بوهو پس همونطور که اشاره کردیم شعارش برعکس مدرنه و اینکه میگه هرچی بیشتر و شلوغتر بهتر و در اون ترکیب میشه مواد تزئینی مختلف، مثلا منسوجات طبیعی مثل کرباس و اینها با ابریشم و تور ترکیب میشه و مواد مثلا باید یه کوچولو ظاهرش کهنه و فرسوده باشه ولی معیوب نباشه، اما اون براقیت و نو بودن رو هم نداشته باشه تا از نشانه این سبک بوهو باشه. توی سبک بوهو از لبه دوزی، قلاب بافی، ملیله دوزی زیاد استفاده میشه و همینطور مکرومه که بسیار زیاد دیده میشه و سبدهای حصیری. حالا میخوایم اگه که میخوایم که یک سبک بوهوی قوی تری رو داشته باشیم، استفاده از فانوس ها و چراغ های مراکشی هم سبک بوهو رو تقویت میکنه و باعث حس راحتی و جذابیت بصری میشه. نکته مهم بعدی اینه که توی این دکوراسیون میان از وسایل دست دوم و قدیمی به عنوان نقطه کانونی استفاده میکنن و برای نور، همینطور برای نورپردازی محیطی از شمع، فانوس، لامپ های رومیزی استفاده میکنن. در کل موقعی که میخواییم گلدانی رو داریم فضا استفاده کنیم، از گلدانهای پهنبرگ استفاده کنیم، آویزهای مکرون بافی، شال، پارچه های تزئینی با طرحهای شبیه به گلیم و جاجیم، لوسرهای چوبی، مبلمان راحتی، همه اینها از نشانه های بوهو دیزاین هستن. صندلی های تابی حصیری تو این سبک محبوبیت زیادی دارن. صندلی های راحتی خیزران، مبل های پروانه ای، صندلی های چوبی و فلزی و پاف
های چرمی مراکشی مناسب این سبک هستن. فرش های دستباف گلیم و جاجیم و قالیچه های رنگی هم انتخاب های مناسبی برای کفپوش فضاهای بوهو هستن و همینطور فرش های سفیدی با خطوط طرح‌های مشکی در این سبک رواج زیادی دارن. همینطور کوسنا و بالشتای رنگی و منگوله دار رو تختای گلدوزی شده با رنگ‌های شاد، ملافه‌هایی از الیاف طبیعی، دیوارکوب‌های حصیری گرد در سایزهای مختلف روی دیوار نشان دهنده سبک بوهو هستند. در اتاق خواب بوهو هم رو تختی‌های سفید و کرم و بالشت‌ها و کوسن‌های رنگی و دیوارکوب‌های تزئینی دیده میشه. همینطور ریسه‌های روی دیوار و شمع‌های قرار گرفته در شمعدان‌های قدیمی. در مورد آشپزخانه بوهو هم تا این در این سبک تا حد امکان از شلف به جای کابینت استفاده میشه و شلف های مختلف و ماک های مختلف روی اون و وسایل چوبی روی این شلف ها و همینطور گلدان های پهن، برگ و انجیری نشانه سبک بوهو هستش. خب توی این ویدیو ما نکات مهمی رو در مورد سبک بوهو گفتیم. حالا شما هر جایی که این علائمی که من گفتم رو دیدین متوجه میشین که اون سبک بوهو هستش. البته الان میگم سبک بوهو بیشتر با مدرن ترکیب شده و باعث میشه که یک فضای آرام بخش تری رو تجربه کنیم، چون خیلی ها به شلوغ بودن فضای بوهو خب خیلی مناسبشون نبود و اعتراض داشتن. الان اومدن سبک بوهو و سبک مدرن و مینیمال رو با هم ترکیب کردن و سبک بوهو مدرن ایجاد شده و سبک بسیار دلنشینی هستش و بسیار هم ترند هست و ازش استفاده میشه. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.